Un secondo, sai, ci sei solo. Sì? خب اینا بخونم بعد اونو میخونم دیگه. آخرش هر کدوم یه کات بگم که بدونی ها یا نه نمیخوام. باش. تاریخ تولد 22 آبان 49 دوشنبه، خیابان فرانسه، بیمارستان امید. ورود به دانشگاه 1374 تهران، دانشگاه آزاد، رشته عکاسی. دلیل عکاسی: ورود من به عکاسی برای خودم اتفاقی بود و ولی برای دلیل عکاسی ورود من به عکاسی برای خودم اتفاقی بود ولی برای کائنات دلیل داشت. عکاس شدنم تصادفی بود برای خودم ولی برای کائنات تصادفی نبود. از نو: وقتی خودت رو نمیفهمی چجوری میخوای آدمهای دیگر رو بفهمی؟ ذهنیت از هنر: اول فکر میکردم با هنر میشود دنیا رو ترکاند ولی کور خواندم. هیچ اتفاقی نمیافتد. تو با این همه فکر کردن میخوای به کجا برسی؟ آخه با این فکر کردن یه موقعی همین مخ دیگه، مخ زاپاس هم برات پیدا نمیشه و دیگه اونم باید بندازی دور، جاش گل رز بذاری که همه حال کنن که خوشتیپ شدی. آره آرش، به جان تو مخم هنگ کرد، اینقدر با خودت حرف نزن، بذار یکم سکوت با من حرف بزنه. از اینجا به بعد یه چند ثانیه سکوت میریم توی پلان. آرش داخل شد. آرش سریع به اصل مطلب رسید. قطره ایست در دریای بیکران زمان، میخواهد محدودیت های اکنون را در هم شکند و در گذر زمان سیر کند. تصویرگری است مرتبط با تصویرگران دیگر در طول تاریخ. ترکیب سازی های غیر متعارف، شلوغ و ناهنجار که در به نمایش گذاشتن این تکه های واقعیت دنیای امروز به کار گرفته شده بود. هم ماهیت پیرامون و هم ذهن پرتلاطم او ما را به خوبی به هدف نزدیک میکرد. اما تلاش آرش برای ساختن فوتومونتاژ با پیوند این عکس ها حین مراحل چاپ با شکست روبرو شد. نتایج به دست آمده فاقد انسجام و قدرت تصویری کافی بود. روش عوض شد. آرش هر بار که به دیدار من می آمد دیوید هاکنی انگلیسی را هم همراه خود می آورد. آرش سخت تحت تأثیر بدعت هاکنی در تفکیک و ترکیب مجدد
این همه تلاش برای چی؟ برای چی نیمه شب بلند میشی اون هم 6 ماه بدون وقفه و میری به عشق 2-3 میلیون مخاطب برنامه پخش زنده کارگردانی میکنی که چی بشه؟ یعنی از این 2-3 میلیون نفر مخاطب چند نفرشون متوجه میشن که فکر کردن خوبه؟ چند نفرشون برنامه تو رو میشینن و جز به جزش تا آخر میبینن و دقت میکنن و آخر سرم به برنامت اسمس میزنن؟ چند نفر عکس هایی که تو گرفتی و به هر طریقی شده از نمایشگاه، مجله، روزنامه و هزاران راه دیگر نمایش دادی میشینن و میبینن؟ چی؟ نمیشنوم. سکانس مجله. حضور حاکنی در ملاقات‌های ما آنچنان جدی شده بود که یک بار به خود آمدم که در حال تهیه چای برای 3 نفر میباشم. برای معرفی خودم بهترین تصویری که از خودم میخواهم ارائه کنم متنی است که کاوه گلستان در مجله عکس نوشت. در این بایگانی تصویری صخره‌ای در میان آن بیابان و در حجم آن سنگ‌ها زندگی همچنان در جریان است. جنگل و جدال، دوستی و عشق و افسانه و تخیلات و حتی سیاست. این جریان زندگی آنچنان قوی است و صیقل دهنده که صخره ها را تبدیل به آینه می کند. زمان، بیابان، صخره، نقش بر سنگ، نقش آفرین، تصویرگر، عکاس، ابزار، تیشه، قلم، آهن، دوربین. تکرار. اکنون دیگر کار در حال شکل گرفتن بود. آرش راه نهایی را به کارگیری همه گونه شیوه نقش آفرینی و تصویر نقاشی، عکاسی، تکثیر دیجیتال و ویدئو پیدا کرد. ترکیبی از ابزار و وسایل گوناگون برای ارائه پیوندی از تصاویر و نقوش در طول زمان. Thank you.
او در تخت جمشید، فارس و تهران شلوغ دور گرفته عکاسی کرد. عکسهایش از تهران بی نیاز به تلفیق با تصاویر دیگر، خود هر کدام بیانیه‌ای بود در آشفتگی حرکت و ازدحام زندگی امروز. کار گذاشتن ستونهای تخت جمشید میان بزرگراه‌ها، تزریق کلیت تخت جمشید در دورنمای شهرک اکباتان، نگاه، دید، منظر، تفسیر، ترکیب، تصویر. آرش در تهران زندگی می کند، در انبوهی از سیمان و آهن به اسم شهرک، اما ذهن او پر بود از تصاویر و نقوش هزاران سال پیش. دستمایه کار پایان نامه او همین تصاویر شد، ایجاد ارتباط تصویری بین دو زمان، دو تصویرگر، دو زندگی، و از ورای آشفتگی و تضاد و تقابل غیر قابل اجتناب و حال به خود رسیدن و در آخر از خود دور شدن و به خود نزدیک شدن، نقشی به جای گذاشتن که همراه شود و زنده نگاه دارد روح و یاد همه تصویرگران را در طول تاریخ.
لحظه لحظه زندگی از رازهایی شکل گرفته است که اگر همه آن رازها کشف شود، زندگی جهان به پایان می رسد.